دختران نابغه افغان که افغانستان را به دنیا معرفی کردند. در این ویدیو بازم به معرفی دختران موفق افغان می پردازیم، پس تا آخر با ما باشین. همزمان با ممنوعیت زنان و دختران افغانستان از رفتن به مکاتب و دانشگاه ها، سمیه عضو تیم ملی روباتیک افغانستان موفق شد که همزمان در 6 دانشگاه مختلف امریکا را پیدا کند. وی پس از اتمام دوره پری کالج کشور قطر توانسته است تا به 6 دانشگاه مختلف ایالات متحده را پیدا کند و قرار از دوره لیسانس خود را در رشته کمپیوتر ساینس در یکی از دانشگاه های کشور آغاز کند. سمیه افزود پشت هر تاریکی روشنایی هست. دختران افغانستان نباید ناامید باشند. امیدواریم که آنها همه جاده تحصیل دریافت کنند و دروازه مکاتب و دانشگاه ها برای دختران باز شود. پیش از این پریدر از آخری که ما در ویدیو قبلی در موردشان صحبت کردیم موفق شده بودند چندین بورسیه تحصیلی را در عین زمان از دانشگاه های معتبر جهان به دست بیاورند. همراه بالای فیزیکدان و مختره افغان آشنا شوید. شکردوف جعفری، او از ولایت دایکندی محرومترین ولایت در مرکز افغانستان برخاست. دشواری های آوارگی و مهاجرات را تجربه کرد. برخلاف میل خانوادهش درس خوان و با ازدواج اجباری مبارزه کرد. بعد از دوره ماستری در انگلستان دوره دکترا را ادامه داده و در این دوره روی ایجاد یک سیستم دازیمتری کار کرده و موفق شده دستگاه بسازد تا بتواند وارد بدن مریض کند تا دقت و صحت درمان را اندازه گیری کند. خانم جعفری در آغاز جنگ های داخلی افغانستان به ایران پناهنده شد و توانست مخفیانه آمدگی کنکور بخواند و وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. و در یه آخر بانی مختری افغان در بریتانیا دومین اختراع خود را به عنوان اندازه‌گیری سه‌بعدی دوز اشعه برای درمان سرطان در اتحادیه اروپا به ثبت رسانده است. بانوی نابغه افغان در سال 2016 جایزه زنان در نوآوری را در بریتانیا برنده شد. شما را با اول نمره آزمون های شرکت مایکروسافت آشنا می کنم. سریا رضایی، دختر پناهجوی افغان با شرکت در آزمون های مایکروسافت با نمره 914 از 1000 مقام اول را کسب کرد. از بانو سریا فقط همین عکس موجود است و هیچ رسانه یا شبکه های خبری افغانستان این خبر را پوشش نداده. دختری از شرکت مایکروسافت دارای دوره های آموزشی فراوان است که به طور رسمی و غیر رسمی در بیشتر نقاط دنیا برگزار می شود. در بیان هر دوره، دانشجو می تواند با گذراندن آزمون های بین المللی مدرک آن دوره را شرکت مایکروسافت اخذ نماید و به عنوان کاربر حرفه‌ای شرکت در آن دوره شناخته شود. برای دستیابی به مدرک مهندسی مایکروسافت، هر دانشجو باید 7 دوره را با موفقیت بگذراند و در آزمون نهایی هر دوره نیز پذیرفته شود. پس از پایان دوره آن دانشجو با عنوان مهندس مایکروسافت در کل دنیا با یک شناسه کاربری منحصر به فرد شناخته می شود. عایشه خرم، دختر پناهنده افغان و فعال آموزش زنان، موفق شده تا با کمک و حمایت علمی دانشگاه های نیویورک، برلین، قرقیزستان و آریزونا بورسیه های آنلاین برای دانشجویان دختر فراهم کند. خانم خرم درباره انگیزه این طرح میگوید:
که برای ادامه تحصیل مجبور به فرار از افغانستان شده، اما حاضر نشد دختران افغانستان را به حال خودشان رها کند. او در ابتدا موفق شد تا با همکاری یک فعال بلوچستانی زمینه ارتباط دانشجویان دختر جوان از 6 منطقه مختلف افغانستان را با دانشگاه های بنبین و نیویورک برقرار کند. عایشه خانم میگوید با ادامه این برنامه دختران بیشتر در سایر ولایت افغانستان بتوانند از سیستم آموزشی از راه دور بهره ببرند. و باز هم بانوی مختاری افغان در بریتانیا، دکتر همایرا رضایی، بانوی افغان که ساکن بریتانیا است. دکتر همایرا رضایی و دانشمندان همکارش داروی کشف کردند که میتواند فشار خون بالا را در زمان بارداری درمان کند و سالانه جان صدها از آن نفر را نجات دهد. پری‌اکلامپسی از عوارض دوران بارداری است که در جهان 2-8% از حاملگی ها را تحت تاثیر قرار می دهد. داروی جدید به نام علمی MZ786 عرضه شده و سازمان نظارت بر دارو و فراورده های بهداشتی بریتانیا به این دارو مجوز داده. اما چرا این اخبار موفقیت های دختران افغان در رسانه های اجتماعی پوشش مناسب داده نمی شود؟ تا حکومت امارت اسلامی بفهمد که دختران افغان از جمله با استعداد در این دختران جهان هستند. پس این ویدیو را شیر کرده و همگانی بسازیم و با امید روزه که در روزه این مکاتب و دانشگاه ها برای دختران افغان باز شود. تشکر تا اینجای ویدیو با ما بودین. دوستان نظرتان رو با ما در میان بگذارید. لایک و سابسکرایب یادتان نرزن. بوله رو فشار بدین تا ویدیوهای بعدی را از دست ندید.